دادگاه های بحرین در ادامه سرکوب شیعیان این کشور احکامی سنگین را درباره تعدادی از شیعیان صادر کردند. دادگاه بحرین تابعیت 36 شهروند شیعه بحرینی را سلب و تن از این افراد را به حبس ابد و بقیه را به تحمل 3 تا 10 سال حبس محکوم کرد. به گفته یه روزنامه حکومتی الوسط بحرین این دادگاه مدعی شده که این افراد به اتهام تأسیس و عضویت در یک گروه تروریستی و نگهداری سلاح محکوم شده اند. در پی صدور این احکام بسیار از فعالان بحرینی اقدام حکومت آل خلیفه در سلب تابعیت مخالفان خود را محکوم کردند. حسین رزی از فعالان حقوق بشر بحرین میگوید احکامی که درباره این افراد صادر شده در پی اعترافاتی است که زیر شکنجه های سنگین از آنها گرفته شده و این اعترافات جهلی محسوب می شوند. این احکام در حالی صادر شده که دادگاه عالی تجدید نظر بحره نیز روز یک شنبه تن از مخالفان را به پانزده سال حبس، تن دیگر را به ده سال و یک تن را نیز به سه سال حبس محکوم کرد. بحرین کشوری با حکومت پادشاهی است که قدرت آن در بین خاندان سنی مذهب آل خلیفه به صورت موروسی منتقل می شود. این در حالی است که بیش از 85 درصد از جمعیت بومی بحرین را شیعیان تشکیل می دهند که از تبعیض شدید اجتماعی رنج می برند و هرگونه اعتراض مسلمت ها می زانها به شدت سرکوب می شود.